سلام، سپید هماپور هستم، مدرس زبان فرانسه با لالوسون دوز از کتاب لنوو تاکسی سطح آن در خدمتون هستم. لالوسون دوز آره سور مرسی. توی این درس میخوایم بریم شهر مرسی رو کمی بشناسیم. La ville de Marseille. C'est la ville de Zidane. C'est un footballeur. Zidane est footballeur. Très bien. خب. بریم سراغ شهر مرسی. مرسی همطور که اینجا هم ملاحظه میکنید La ville de Zidane. شهر زیدان هست. زیدان یک فوتبالر هست. یک فوتبالیست هست. خب. من براتون هم سایت رسمی شهر مرسی رو گذاشتم، این لینک دوم، و همچنین یک کلیپی هست، یک ویدیو کلیپی هست از شهر مرسی، میتونید نگاه کنید و از نزدیک بتونید با این شهر آشنا بشین، با زیبایی های این شهر، که این شهر یک شهر توریستیک هست. C'est une ville touristique. یک شهر توریستیه. Voilà. من اومدم اینجا برای شما از دو تا عبارت استفاده کردم که در هر دو عبارت اون موقعیت ژئوگرافیک مرسی رو میتونید باهاش بیان کنید. مرسی se situe au sud de la France. براتون سه تا فعل گذاشتم، یکی se situe و فعل être. سطروه و سوسیتو یعنی قرار داشتن و فعل اتر هم که میشه بودن. مرسی سطروه او سود دل فرانس یعنی مرسی قرار دارد در جنوب فرانسه. مرسی سوسیتو او سود دل فرانس به همین ترتیب معناش تقریبا یکیه. و مرسی ای او سود دل فرانس مرسی هست در جنوب فرانسه. ست ویل این شهر Et au bord de la mer Méditerranée. Cette ville se trouve au bord de la mer Méditerranée. Cette ville se situe au bord de la mer Méditerranée. Dar la baie d'Arioy Méditerranée قرار دارد. هست. میتونید ازش به این صورت استفاده کنید. خب. چند تا هم عکس از مرسی اینجا میبینید. این که یکی از عکس ها هستش. هتل دو ویل هستش که حالا توی کتابمونم هست و میریم سراغ این قسمت. پور اله ا مرسی. برای رفتن به مرسی برای شما اینجا 4 موایان دو ترانسپور رو آورده. پس میگم پور اله ا مرسی، برای رفتن به مرسی ایلیا 4 موایان دو ترانسپور وجود داره. 4 تا حالا وسیله نقلیه موایان دو ترانسپور. اله ان تران با قطار میتونیم بریم اونجا. اله ان اویون با هواپیما میتونیم بریم اونجا. Aller en bateau, با قایق میتونیم بریم. Et aller en voiture, با ماشین میتونیم بریم آنجا. Voilà. اینجا هم به همین ترتیب. Pour aller à Marseille, en avion, aéroport Marseille-Provence. En train, gare Marseille-Saint-Charles. En voiture, هم میتونیم بریم اونجا که از شهرهای پاریس، ژنو و نیس کیلومتر ها رو زده. 790 کیلومتر 430 کیلومتر و 250 کیلومتر. Ensuite, en train, رو هم خدمتتون عرض کردم، گارد مارسی سن شارل که گفته که 200 ترن پر جور که 200 ترن در روز میتونه جابجا بشه به سمت مارسی. À 3 heures de Paris par le TGV Méditerranée و با قطار در 3 ساعتی پاریس قرار داره که با TGV ترن à grande vitesse. En bateau pour de Marseille 200 destinations که بندر و یا همون اسکله که در مرسی هستش از اون طریق میشه رفتش و 200 destinations هم داره.
حالا اوتور دو مارسی که خیلی شهر مارسی چون شهر توریستیک هست و شهری هستش که به شدت لیو توریستیک و مونومون داره برای دیدن ویزیته کلکوپا برای بناهای تاریخی جاهای دیدنی به لحاظ ژئوگرافیک به لحاظ تاریخی از ویزیته استفاده میکنیم ویزیته کلکوپا ویزیته کلکو شوز ویزیته لو موزه ویزیته je sais pas, l'île, visiter un monument historique, pas visiter بعدش حرف اضافه خاصی نمیاد. همون ویزیته رو با کلکو پاری که دارید استفاده کنید. مثلا le château d'If که شما میتونید تصویرش رو توی کتابتون ببینید. C'est le château d'If, les îles de Frioul, la prison du comte de Monte Cristo. زندان کنت دو مونت کریستو هستش. و اینم château d'If هست و همچنین le calanque من عکسش رو توی فایل ورد براتون گذاشتم. به ساحل‌های صخره‌ای گفته میشه le calanque که به شدت صخره‌ای و مرجانی که به شدت دیدنی هستن که در شهر مارسی میتونیم اونها رو به خوبی ببینیم le calanque par la mer voilà که در دریا هستش و میتونیم اونها رو ببینیم تو قسمت بعدی à visiter dans la ville le vieux port که به شدت زیباست l'hôtel de ville که من عکس l'hôtel de ville رو اینجا عکسش رو گذاشته بودم براتون c'est l'hôtel de ville qui se trouve à Marseille ببین اگر اسم شهر رو میخواییم بگین میگین à Marseille اما اگر میخواییم از دان استفاده کنید بذاریم اینم من اینجا میتونم یه ذره بیارمش پایین مثلا میخواییم بگیم هتل دو ویل در مارسی هستش میگیم هتل دو ویل سو تروف ا مارسی اوکی حالا میخوام بگم در شهر مارسی دو استفاده کنم میگم l'hôtel de ville se trouve dans la ville de Marseille اگر ویل رو آوردید میتونید از دان استفاده کنید بگید دان لا ویل اما اگر فقط و فقط اسم شهر رو دارید به هیچ وجه از دان استفاده نکنید و از همون پرپوزیسیون ا استفاده کنید Dans la ville, il y a des lieux à visiter. وجود داره چند تا مکان برای بازدید. Le vieux port, l'hôtel de ville, le vieux quartier du Panier, Notre-Dame de la Garde, le palais du Pharo, la cité radieuse de Le Corbusier. هستن جاهای دیدنی شهر مارسی. یه سری موزه داره. Le musée. C'est pas musée, c'est pas où, c'est U. Musée. Musée d'histoire de Marseille. Musée Contini. Musée d'art contemporain. Musée d'archéologie méditerranéenne. که به شدت این موزه ها معروف هستن و ممکنه که حالا تو جاهای مختلف متن‌های مختلف این موزه ها رو ببینید همطور که ملاحظه میکنید آدرس نیمرو دو تلفن هست و آنتره که همون ورودی هست یه جاهایی گراتویت نوشته و یه جاهایی هم خب یک قیمت و پری براش در نظر گرفته شده گراتویت صفت هستش حالا چون اینجا به آنتره برمیگرده و آنتره کلمه فمینان هستش آخرش او گذاشته و شده گراتویت از طرف دیگه یه جاهایی ورودی گذاشته که پری هستش پر ایزام 3 euro و برای اتودیان یه حالا پروموسیونی در نظر گرفته شده پر لز اتودیان پر ایزام 1 euro ببینید 1 euro این اور میشه یک ساعت حالا اینه اون اور ساعت یک مثلا ولی برای اینکه بگیم 1 euro میگیم 1 euro 1 euro 50 centimes پول خورده فرانسه Entrée 3 euros. Ina po eur, havasotou moshe keshteba nagiri. Va pour les étudiants, c'est gratuit. Orajan oche renseignement. Voilà, renseignement. Inja man benevistan baratoun. Renseignement. Yeni holab de etelaat. Vakti ke po esam hamroh mishe, c'est-à-dire information. Holab. Renseigner, c'est-à-dire informer.
Donner des informations, donner des renseignements. حالا مطلع شدم میشه se renseigner, s'informer, s'informer. مطلع شدن معنا میده. Renseignements, il y a site d'adé www.mairie-marseille.fr que par exemple, vous savez, je vais insight, moi j'ai carte, va, un chien insight, elle a mis rodé, Charles Marseille. Voilà, Marseille c'est où? با توجه به توضیحاتی که دادم حتما تمرین رو انجام بدین و به صورت کامل بنویسین که مرسی کجاست و اون چیزهایی رو که اول درس رو بخونید و بعد چیزهایی که راجع به مرسی متوجه شدید و تحت یک حالا متن کوتاه در بیارید، هم بتونید توضیحش بدید و هم اینکه اون رو به صورت نوشتاری بنویسیدش. Vrai ou faux, mige dorost ya galat, lisez le document et dites si c'est vrai ou faux, mige document ro bekhanid va begoid ke aya dorost ya galat in jomelati ke inja avorde shode. Man jomelat ro mikhunam baratun va shoma hasman inha ro anjam bedid. Numero 1, Marseille est à 430 km de Paris. C'est une ville au bord de la mer. Il n'y a pas de visite de l'hôtel de ville. L'entrée du musée Contini est 2,50 € pour un étudiant. On va au château d'If en bateau. Il y a des avions entre Paris et Marseille, mais pas de train. صحت این جملات رو بررسی کنید حتما به واسطه حالا اطلاعاتی که توی کتاب و تو فایل ورد خدمتون عرض کردید. تمرین نمره 3 هم باید گوش بدید. دو تا مسیر هستش، حتما ترانسکریپت رو انجام میدید و برای من ارسال میکنید و همچنین ببینید که از روی این پلان دو ویلی که اینجا هست تو صفحه قبلی ببینید که این آدرس ها برای چه مقصدی هستش. تو اینجا خیلی راحت میتونید انجام بدید و مشخص بشه که دستیناسیون ها کجا هستش، که خودش هم گفته روز دوان لو میزه کانتینی رگارد لو پلان دو مرسی اکوته دیت او وان لی دو پرسون، و شما در مقابل میزه کانتینی هستین، این نقطه شروع هستش و پلان رو نگاه کنید و گوش بدید و بگید که این دو شخصی که دارن آدرس میپرسن میخوان کجا برن. La partie de communiquer, la carte postale, quatrième exercice, lisez la carte postale de Drey. À votre tour, écrivez une carte postale de Marseille à un ami, à une amie. Hop. این کارت پستال رو با هم میخونیم و شما هم به نوبه خودتون با توجه به اطلاعاتی که از شهر مرسی به دست آوردید حتما یک کارت پستال توضیحاتی مثل این کارت پستالی که اینجا هست بنویسید برای دوستتون. Chère Pauline, je suis à Lille, dans le nord de la France. Pauline Aziz, من در لیل هستم در شمال فرانسه. Cette ville est très jolie. این شهر خیلی زیبا است. J'habite dans le centre avec Idoua. من زندگی میکنم در مرکز با Idoua. Une amie espagnole. یک دوست که فمینانم هست و اسپانیاییه. Elle va aussi à l'institut avec moi. اون هم همچنین میره به انستیتو و آموزشگاه به همراه من. Nous avons un appartement de 50 mètres carrés. Excusez-moi. یک آپارتمانی داریم که 50 متر کاره هستش. 50 متر مربع. Avec deux chambres. به همراه دو اتاق. Il est très bien. خیلی خوبه. On va au cinéma. میریم به سینما. Dans les bars. میریم به bar. On visite aussi des musées. همچنین ما بازدید میکنیم از موزه هایی که وجود داره. Il y a un musée d'art moderne. وجود داره یک موزه هنر معاصر که خیلی جالبه. Très intéressant. و مجانی برای دانشجویان و حالا دانش آموزان. Pour les étudiants. Ce week-end, nous allons à Paris. این هفته میریم به پاریس با train, en train. Et toi, comment ça va? À bientôt, bise, Audrey. حالا چطوره؟ À bientôt, و bise, و Audrey که اسمش رو نوشته. شما هم به همین ترتیب با توجه به اون اطلاعاتی که دارید یک کارت پستال راجع به شهر مرسی می نویسید.
این درس خیلی درس جالبی هست که به شما کمک میکنه با توجه به اطلاعاتی که تا به الان یاد گرفتید تو درس‌های مختلف، اینکه بگید با چه وسیله نقلیه‌ای، در چه فاصله‌ای، در کدام جهت میشه به مقصدی رفت، اطلاعاتی راجع به مقصدی داد، چه مونومان‌هایی رو میتونیم ویزیت کنیم، چه امکاناتی وجود داره. سعی کنید که بتونید یک ارائه خیلی خوب از شهر مقصدی بتونید بدید. مرسی بکوب. حالا بعد از اینکه مقصدی رو انجام دادید، سعی کنید راجع به شهر مورد علاقتون، میتونه یک شهری باشه تو خارج از کشور، میتونه یک شهری باشه تو خود ایران، راجبش با توجه به اون چیزایی که الان یاد گرفتید راجب اون هم بنویسید یک متن جدا، هم به صورت ورد هم به صورت فایل ورد متنش رو برای من ارسال کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مرسی بوکو. ا تری بیانتو. اوخ واخه.